عکسی رو شما آقای شمسرو صفحه فیسبوکتون منتشر کردید و یه در واقع نموداری رو دادید اینجا بیرون که خیلی برای من تعجب آور بود. یعنی فکر کردم که یه فعال اجتماعی اگر واقعا میخواد جدی مسائل رو مطرح بکنه این روشی جدی نیست. این نوع محاسبه کردن که شما 5 تا 6 تا نشریه رو بذارید، تعداد صفحاتشون رو آخرش نگاه کنید ببینید این 72 صفحه است، سفان تورنتو 104 صفحه است، ایران استار 108 صفحه است، تماشا 120 صفحه است، جوانان 148 صفحه، شهر ما 168 صفحه، جوانان هم 250 صفحه، مجموعش میشه 970 صفحه، ضرب در 100 دلار آگهی هر صفحه 52 هفته هم هست، در سال میشه معادل 5 میلیون دلار. این مدل خیلی عذر میخوام اصلا قصد بی احترامی بهتون ندارم، این مدل محاسبه احمدی نژادیه، اصلا جدی نیست. یعنی شما واقعا من تعجب کردم که یک کسی اینقدر تبلیغ میکنه، جز هزار تا ایمیل فرستادیم برای اینکه بخواد یک مسئله رو به قول خودتون خیلی مهم مطرح بکنید، اما با این روش برخورد و بعد میاد اینجا روزنامه‌ها رو اینجا میذارید و روی هر کدوم یه لیبل میزنید، میگین شهروند پدرکامیده سلام تورنتو ست و فریدار اون یکی ها چیه دیگه بعد بود آگلی نمیدونم. این نوع لیبل زدن ها نمیدونم شما به هر حال حتی اگر یک تخصصتون در زمینه مطبوعات تو سالها سابقه داشتید و در زمینه مطالعه محتوای مطبوعات هم تبحر داشتید، این روش رو واقعا نگرید، خیلی خیلی باید محتاطانه تر و خیلی جدی تر مسئله رو مطرح میکردید. آقای مسئول شما تو حرفاتون میگید که اینها نشریه نیستن، خب میگن چی هم هست؟ نشریه هست. شما هرچی که میگین این نشریه هست، حالا چه نوع نشریه هست اون یه بحث دیگه است. همه اینا رو جمع میکنیم میشن نشریه. این جمله معنیش چیه؟ نه اینا هر کدوم یه نشریه هم با یه هویتی با یه اسمی، دو تا آدم، سه تا آدم، چهار تا آدم، پنج تا آدم هم پشت اینا هست و دارن هم بیزینس میکنن، هیچ اشکالی هم نداره. همه جای دنیا نشریه کار بیزینسه، در درجه اول بیزینسه و بعد این حالا کار هنری میکنه، کار سیاسی میکنه، کار ارگان یک سازمان یا هر چیز دیگه. پس بنابراین نشریه است و بعد اینه که شما با چه روشی میخوای با اینا برخورد بکنید. نیاز اشاره کرد که اینا خوانده نمیشن. همه اینا از طریق منبع آگهی ها در میاد. اون مسئله که شما اشاره کردید که اون مثلثی گفتی، مثلث رو از 3 سال پیش نوشتم راجبش و توی صفحه فیسبوک خود شما چند وقت پیش این بحث رو من ارائه کردم. که در واقع در اصل مسئله نشریات خواننده و صاحب آگهی یک مثلثی رو تشکیل میدن که در واقع اون ضلع خواننده وجود نداره، اما به طور مستقیم وجود نداره. اون خواننده نمیره پول بده 50 سنت یا 1 دلار برای این نشریه، اما اون خواننده به صورت پنهان وجود داره، حرفی نمیزنه، حق خودش رو نمیخواد، کسی هم در مقابلش پاسخگو نیست، اما وجود داره، خیلی هم خوب وجود داره. همه این آگهیایی که شما اینطوری محاسبه کردید، این صاحبان این آگهی پول میدن برای این آگهیاشون و اگر جوابی از این آگهی ها نگیرن از طریق اون خواننده ها، هفته بعد دیگه آگهیشون رو نمیدن. پس اینا خونده میشه، هم شهروند خوانده میشه، هم سلام تورنتو خوانده میشه، هم جوانان خوانده میشه، هم شهر ما و هم بقیه. فقط اون نشریاتی که شما میبینید به صورت پریودیک گاه گاهی میان چند ماهی ادامه دارن و بعد محو میشن میرن، که در طول تاریخ این 18 ساله که من شخصا حاضر بودم و بیشتر از هر کسی دیگه برای هم در این زمینه میتونم ادعا بکنم که دیدم و مشاهده کردم، اینها به دلایل خاصی میان میرن که یه فرمولش هم من یه جایی پیدا کردم که به چه دلیل این نشریات رو من 6 ماه ادامه دارم و بعد میرن. خیلی هم نشریات لوکسی هستن، خیلی هم پول هزینهشون میشه، خیلی هم خرج میشه، اما برای مقاصد دیگری میان و بعد کارشون که تموم شد حذف میشن و میرن. اما نشریاتی که ادامه دارن، حالا 5 سال، 6 سال، 10 سال، 22 سال، 15 سال که ادامه داره، این حاصل کار چند تا آدم. حالا میتونه 5 تا آدم باشه، میتونه 6 تا آدم باشه، اما توانایی مالی اینها به یک دلیل و از طرف دیگه توانایی حرفه‌ای اونها این اجازه رو نمیده بهشون که بخوان اونها کادر حرفه‌ای داشته باشن. و بعد اینکه بخوان چه نوع نشریه‌ای، اون نشریه‌ای که گفته میشه شما تو همین فود بیسی که این بغل برید نگاه کنید، وقتی که از صندوق می‌خواید رد بشید نگاه کنید چند تا نشریه وجود داره، برید تو همین مغازه‌های تو هر مالی که می‌خواید برید نگاه کنید
جایی که روزنامه فروشای نه هستن ببینید چند تا نشریه وجود داره. قرار نیستش که توی جامعه فقط دو نقصه نوع نشریه و اونم فقط با سلیقه من وجود داشته باشه که من بهش لیبل نشریه بزنم و ارزش گذاری بکنم باشه. نه، سلیقه های مختلفی هست، آدم های مختلفی هستن که میان اینا رو میخورن و تولید میکنن. این تولید وجود داره. اینی که شما میگید که بله، ما متاسفانه در کامیونیتی ایرانی یه تورنتو، ایرانیان توی کانادا برخلاف ایرانیایی که بود اونجا در لس آنجلس به عنوان تورنتو و لس آنجلس به عنوان دو تا مرکز مهم ایرانیشی که بیشترین ایرانیای مهاجر توش جمعه، دو تا ویژگی خاص در زمینه رسانه ها داره. لس آنجلسی ها رفتن سراغ ایجاد شبکه های تلویزیونی، در تورنتو ایرانی ها اومدن نشریه درست کردن. ما اینجا از نظر وسایل رسانه های الکترونیکی ضعیف هستیم، در لس آنجلس از نظر نشریات. به هر حال باید این واقعیت هم در نظر گرفت که دوران نشریات چاپی برای ایرانی که اهل خواندن نیست، نه در جامعه مادرش اهل خواندنه، نه در تاریخش اهل خواندن بوده، و نه ما این که مهاجر اینجا هستیم اصولا وقت میذاریم برای خوندن. پس بنابراین اینا یک دوره‌ای داره و باید این به هر حال این تنازع و بقا رو داشته باشن که بخواد ادامه بدن. میان و میرن با همین نقاط ضعف و عدتی که دارن و کاری که دارن انجام میدن. و بعد اینی که نگاه بکنیم ببینیم که در حد توانشون چیکار دارن میکنن، واقعا چه توقعی میخواد. قرار هستش که یه نشریه چیکار بکنه برای یه کامیونیتی؟ نشریه ای هست گرایشش بیشتر سیاسی ادبی هست، سیاسی ادبی هنری هست، مطالب نگاه کنیم شما چند صفحه شهروند برای بزنید، چند صفحش آگهیه؟ از 80 صفحه داریم میگه زیر 40% بعضی وقتا آگهیه، بقیهش مطلبه. حالا اگر مورد سلیقه شما نیست، خب جای تأسفه. اگر سلام تورنتو رو شما دارین نگاه میکنین، به چه دلیل شما میزنین مثلا 104 صفحه آگهی؟ شما نمیتونید تشخیص بدین که بسیاری از این مطالب حتی اونایی که عکس داره نه آگهی خبررسانی داره میکنه و فارسی هم نیست، میگه شما برین اینجا این برنامه هست، اونجا اون برنامه هست. خب این مطلب این خبررسانی این کار نشریه است، کار رسانه است. جایی جایی که تولیدی، بله نشریاتی هم داریم که همه یه کار تولیدیشون کاتن پیسته، از روی سایت های مختلف کسای دیگه در جاهای دیگه کار رو تولید کردن، ترجمه کردن، نوشتن، عکس گذاشتن، گزارش تهیه کردن. یه کس هم جلی شسته اینو برمیداره کپی میکنه و بیاره بیزاره تو صفحهش برمیداره، حتی منبعش هم نمینویسه، یه کسی دیگه منبعش رو مینویسه. این تفاوت ها وجود داره. شما نمیتونید اینها رو انکار بکنید و بعد بیاید با یک اعلامیه کلی و رسمی که هیچ کدوم از اینا نشریه نیستن و میخواد درست بکنید اینا نشریه نیست. من زیاد نمیخوام ادامه بدم حرفم رو، بخواد بره جمعه. فقط میخوام بگم که اگر داریم به راجع به مسائل جدی داریم صحبت میکنیم، نگاهمون و نوع مطرح کردن اون هم جدی باشه. بسید. بله شد. شما؟ نه. من هستم ایرانی های مهاجر اینجا به مرور زمان بچه هاش که به دنیا میان از 7 سالگی فرهنگ غارب پستر میشن کانادایی، اصلا نمیدونم اینا چیه. یعنی خونه من فرضاً بچه‌ها میگه به این نگاه نمی کن. من الان مخاطب من همه یک سری خودمانی هستیم و اینای پاب سه نشستن و اینا تو آرایشگاه اینا کسی دیگه ما نداره. کیو ما داریم؟ 23,000 نفر هم. اونی که پولدار میشه میره دنبال نشریه خارجی، اونی که بچهش میره میره فرهنگ غرب رو میگیره. بعد ما که مینویسیم آمار میگیریم. من که مقاله می نویسم می دونم چند نفر برای مقالم به من زنگ زده، چند نفر برای آگهی. اگه فیدبک نداشته باشه که نمیام $100 بدم. همه رو مطالعه می کنی، همونجوری هم می نویسی می نویسی. بعد هم مشتری می گه خانه ای که خوندی اشکالش چیه؟ می گه بابا جان بی سواد نوشتی، تو ایراد داره کاره. می گه با من که ادبیات چی می نویسم؟ من تخصص مالی چی؟ مالی می نویسم. استاد دانشگاه زنگ می زنه یه سوال می‌کنم این اشتباه کردی جوابش رو میدم در حد خودت. یه کمی بالا بپری نمی‌خونم مقالتو. یه کمی حرفه‌ای بنویسی نمی‌خونم. مخاطبتون نیست. مخاطب من مخاطب یه تأثیر کرده که نیست. استاد دانشگاه. مخاطب منو که بره تو آرایشگاه. یا میاد اینجا از ایران اومده این مجرم هم بیرون میره خونه نگاه کنه چی نمی چه خبره. یه سلام بکنه حالت خوبه. سوال چه مثل خود من. توجه کردی؟ پس ببینید ما اینی که می‌نویسیم برای کی می‌نویسیم؟ چجوری باید بنویسیم که زندگیمون بچرخه؟
اگه به این به این دیدمون من که نویسنده هستم برای اینا برای مقاله نویسم مقاله نویس هستم برای این اگه دیدم این باشه رام درست تاوش آمدی این موضوع اینقدر پخشه و چون که من اونجوری گفتم برای این بررسی که نه جنبه علمی داره نه جنبه ولی حالت بررسی داره یعنی نظر شخصی نداره و سعی کردم تا حد امکانم با مردم تماس داشته باشم.